سلام، من نسیم هستم و به عنوان معلم در کمون کروکان مشغول به کارم. امروز میخواستم براتون درباره ویروس کرونا و راههای جلوگیری از گسترش اون صحبت کنم. دولت اعلام کرده که همه وظیفه دارن تا در مقابله با این بیماری همکاری کنن. از جمله کارهایی که شما میتونید انجام بدید اینه که اگه احساس میکنید مریض هستید، تب، سرفه، آبریزش بینی یا گلو درد دارید، حتما در خونه بمونید، چون این علامت ها مثل تب و سرفه شبیه علامت های یک سرماخوردگی ساده هستند، اما این بیماری مخصوصا برای افراد پیر بسیار خطرناکه. گرچه بیشتر افرادی که به این بیماری مبتلا میشن میتونن در خونه بمونن و بهبود حاصل کنن و احتیاجی به بیمارستان پیدا نمی کنن، ولی همه افراد بالای 70 سال باید در خونه بمونن. اونها میتونن برای پیاده روی به بیرون برن، ولی باید از حضور در جاهای پرجمعیت مثل کلیسا یا مسجد اجتناب کنن و حتی برای خرید مواد غذایی هم نباید بیرون برن. شما میتونید در خرید وسایل مورد نیاز اونها و مواد غذایی بهشون کمک کنید. یه نکته بسیار مهم در پیشگیری از این بیماری، شستن متناوب دست‌ها با آب و صابون حداقل به مدت 20 ثانیه است. اگر احساس میکنید که خیلی مریض هستید با شماره 1177 تماس بگیرید و اگر وضعیت اورژانسی دارید و احتیاج به آمبولانس پیدا میکنید با شماره 112 زنگ بزنید. و در آخر ازتون میخوام که این فیلم رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و پیشا پیش از کمکتون تشکر میکنم.